درود درود به همه دوستان. درود بر شما. به 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 به، چه مهمان گرامی داریم امشب. درود بر شما. درود 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 به همه دوستان. امشب یه کمی سر وقت اومدیم، 4 دقیقه تاخیر زیاد چیز خاصی نیست. درود بر شما، درود به همه عزیزان، درود گرامی. داستان روسیه رو اگه یادتون باشه تو لایو آخری که 2 شب پیش بود داشتیم، یا 3 شب پیش، یکی از دوستان اومد اینجا نوشت روسیه کودتا شد. گفتم که بحث عقرب بی‌زهر در علوم سیاسی رو فراموش نکنید، و پوتین همون کلکی، درود بر شما، پوتین همون کلکی رو زد که اردوغان زد. این اپوزیسیون همه شده بودن کارشناس امور روسیه، خیلی جالب بود. چی بگیم؟ خب درود به همه دوستان. امروز 1 شنبه 4 تیر ماه 2582 شاهنشاهی ایرانی در خدمت دوستان هستیم. چون بحث روسیه بود یه مطلبی رو اضافه کنم بهش. در طرح معامله بزرگ قرن، اتفاقا روسیه یکی از بازیگران اصلی این طرح هست، و اتفاقا پوتین مهره‌ایست که خودش نقش آفرینی میکنه در طرح معامله بزرگ قرن. بنابراین پری شب که دوستمون اونجا نوشت که کودتا شد در کودتا شد در روسیه، عرض کردم خدمتتون که یکم صبر کنید میبینید که بازی به گونه دیگر است. خب این اسمش سیاست دیگه. سیاست همیشه میگیم ما توی رستاخیز سیمرغ یک اصل داریم، یک جمله داریم، جمله مهم، و اونم اینه که سیاست آن چیزی نیست که شما میبینید، سیاست آن چیزی است که تلاش میکنن شما نبینید. و عملکرد جمهوری اسلامی، دشمنی جمهوری اسلامی و اسرائیل، دشمنی جمهوری اسلامی و آمریکا، دشمنی جمهوری اسلامی مثلا با کشورهای مختلف، این همون چیزیه که قرار ما پشتش رو ندونیم، که دشمنی در کار نیست. اینا همه از بالا سر، درود بر شما، از بالا سلام علیک، از پایین رفت آمد دارن. این اسمش سیاسته. 44 سال طول میکشه تا یه مردمی تازه متوجه میشن. اون روزی که توی خیابونهای ایران سال 57 میگفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، نفت ایران داشت توسط اسرائیل و آمریکا مجانی از کشور ما خارج میشد. 44 سال طول کشید تا متوجه بشیم داستان از چه قراره. خب اسم این سیاست دوستان. بریم صلی علی محمد. همون چیزی که خبرش رو داده بودیم به دوستان، مدت هاست در موردش صحبت کرده بودیم، اتفاق افتاد و عیان شد. درود بر شما. یادتون هست در مورد پروژه جدید جمهوری اسلامی بعد از قومیکلا و استرینیون که شکست خوردن، عرض کردم خدمتتون که جمهوری اسلامی در تلاش است مهره‌های جدیدی رو، درود جناب مهربانی، مهره‌های جدیدی رو وارد صحنه اپوزیسیون کنه، برای اینکه یک مدت زمانی رو برای دو هدف، یک مدت زمانی رو بتونه بیشتر به حکومت کثیفش ادامه بده، و دو اگر موفق شد جامعه رو خام این مهره ها بکنه، از این آدم ها استفاده کنه برای فرمول دوم، یا همون جمهوری دوم، یا جمهوری فدرال، ایران فدرال. اینو در موردش توضیح داده بودیم، و اتفاقا هم گفتیم که در این پکیج جدید از هر دو جریان، مثلا پادشاهی خواه و مثلا جمهوری خواه یا چپ و راست، استفاده میکنه. از داخل هم همینه، از دو نیروی ارسالی اصولگرا
و اصلاح طلب در این پروژه استفاده میکنه. یعنی جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده، تمام داشته هاش رو گذاشته وسط برای یک پروژه‌ای به نام بازگشت به مشروطه. حالا چرا بازگشت به مشروطه؟ چون دیگه جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی و تحول خواهی و رفرم شکلی و امثال هم دیگه برای این ملت جواب نمیده و هر نوع سرمایه گذاری جمهوری اسلامی روی این مسئله ها انجام بده از همون ابتداش باخت باخته. یعنی شما فکر کنید مثلا قومیکلا و استالینیون بیار الان پروژه جدید معرفی کنن، خب مردم پهنم دیگه بار اینها نمی کنن. فکر کنید مثلا عبدالله معتدی و حسن شریعت مداری و همین جک و جنوبره که هستن بیان حالا یه پروژه جدید معرفی کنن، خب قطعا مردم پهن دیگه بار اینها نمی کنن. حالا چجوری باید این مردم رو سر کار گذاشت و ازش رو سوء استفاده کرد؟ ببینیم مردم چی میخوان. مردم از آبان 94 اومدن توی خیابون، اومدن توی پاسارگاد و استارت انقلاب ملی ایران رو زدن. از همون روز اول اگه یادتون باشه فریاد جاوید شاه در پاسارگاد سر داده شد. جمهوری اسلامی همون موقع در دوران محمود احمدی نژاد اگه خاطرتون باشه اومد و یک پروژه ایران گرایی فکر رو راه انداخت. محمود احمدی نژاد رفت پاسارگاد، رحیم مشایی و نمیدونم اون آخوند یونسی وزیر اطلاعات و امثال هم شروع کردن روی ایران شناسی کار کردن یا ایران گرایی کار کردن به صورت فکر، که حالا مهره هاشون هم که در خارج از کشور بودن دیگه خودتون میدونید و میشناسید کیا هستن. بنابراین از اونجا بنیانش رو گذاشتن، یعنی زمینش رو آماده کردن که اگر نتونستن از هر سو این جامعه رو کنترل کنن، بنابراین دست آخر اگر مجبور شدند به خواسته ملت گوش کنن، یک خواسته فیکی رو زیر پای این ملت بذارن که بتونن مدیریتش کنن. در مورد تیم کلاشیون صحبت میکنم، در مورد ارسالی های سپاه پاسداران صحبت میکنم و در مورد ارسالی های بخش اصلاح طلبش که سعید حجاریان در دو بخشش مسئول و مدیر این جریانه. 2021 توییتی میزنه و میگه ما بزرگترین معضلمون دور شدن از آرمانهای مشروط است. و بعد شما میبینید نوچه هاش ارسالی هاش شروع میکنن به تبلیغ در مورد بازگشت به مشروطه. خوب دقت کنید دوستان، این زمانیه که مردم اومدن میگن رضا شاه روحت شاد، رضا شاهی که مقابل دکانداران مشروطه ایستاد. مردم میان میگن جاوید شاه، جاوید شاهی که مقابل دکانداران مشروطه ایستاد. جناب مهربانی یه لایو پیروز گذاشتم، من استوری کردم رو برگشتم، حتما برید ببینید. توضیحات خوبی دادن، حالا صدای موتور میومد ولی توضیحات خوبی دادن که حالا کاملش میکنم. من در دوره رضا شاه، یعنی قبل از اینکه رضا شاه بیاد، داستان مشروطه چی ها وارد عمل میشن و عملا ایران رو تجزیه میکنن به نام مشروطه. و همون چیزی که اصل جریان مشروطه هست، یعنی کوتاه کردن دست پادشاه. حالا کاری نداریم به دوران ایران بر باده قاجار، ما داریم راجع به یک روند صحبت میکنیم. حالا این آدم ها میتونن بد باشن، میتونن خوب باشن، یک فرمول، یک تئوری. اینها برای اینکه پادشاه ایران رو دستش رو کوتاه کنن از امور کشور، این داستان مشروطه رو به راه انداختن. ابتدا شاید فکرشون فکر بدی نبود، شاید نیت بدی نداشتن. مثلا آدم هایی مثل ستارخان، مثل باقرخان، مثل سردار اسعد یا دیگران، اینها نیت بدی نداشتن. اما اینها هم مثل امروز ما مردم ایران که شاید نمیدونیم ناخواسته وارد زمینی میشیم که صاحب این زمین ما نیستیم، صاحب این زمین کسی دیگه است. مثل همین آدم هایی که شما امروز دارید میبینید افتادن تو بازی بازگشت به مشروطه، مشروطه مشروطه میکنن، این آدم ها هم شاید واقعا نمیدونن بعضی هاشون که دارن چی کار میکنن، اما بعضی هاشون به خوبی میدونن دارن چی کار میکنن. به هر حال رضا شاهی میاد و تو دهن همون مشروطه خواهانی مثل شیخ خزعل و میرزا کوچک خان انگلی و پسیان و مسیان و امثال هم میزنه و ایران رو یک پارچه میکنه.
اینو داشته باشید، طول میکشه تا سال 1320. 1320 انگلستان و روسیه متوجه میشن که دارن بازی رو میبازن، جنگ جهانی هم شروع شده، نیروهای متفقین هم وارد ایران شدن و عملا ایران در اشغال دو قدرت قرار گرفته، دو قدرت یا دو مافیای جهانی. پیشنهادی که به رضا شاه داده میشه اینه، یا وای میستی می جنگیم باهات، ایران رو ویران میکنیم و تجزیه میکنیم، یا اینکه شما از ایران خارج میشی، ولیعهد، البته این ترفند فروغی بود، ولیعهد میشه پادشاه، اما پادشاهی که پادشاه مشروطه باشه، پادشاهی که پادشاه مشروطه باشه، نه پادشاه ایران. پادشاه مشروطه هم از دید انگلستان و روسیه اینه که یه مترسکی، یه لولویی، یه نمیدونم سمبولی اون بالا باشه و اختیار هیچ حرکتی نداشته باشه. انگلستان و روسیه هر غلطی دلشون میخواد تو ایران بکنن، کسی هم پاسخگو نباشه. پادشاه مشروطه. 1320 تا 1332 شاهنشاه آریامهر پادشاه مشروطه است. انقدر قدرت نداشتند که حتی پیکر رضا شاهی که در سال 1322 یا 23 توسط انگلستان کشته میشه، رضا شاه در جزیره موریس، انقدر پادشاه قدرت نداشتند که نتونستن حتی پیکر پدرشون رو به ایران برگردونن. یعنی پیکر آدمی که فوت شده چرا باید وحشت کنه انگلستان و روسیه، ولی پادشاه توان این کار رو نداشت. چرا؟ چون پادشاه پادشاه مشروطه بود. و اتفاقا از 1320 تا 1332 شما اگر برید پیشرفت‌های ایران رو ببینید، نه تنها ما پیشرفتی نداشتیم در اون دنیا، در اون دوران، بلکه هر آنچه که رضا شاه بزرگ تا قبل از شهریور 1320 بنیان نهاده بود، در اون دوره 12 سال 1320 تا 1332 داشت میرفت به سمت نابودی و نه تنها پیشرفت نداشت، بلکه پسرفت هم داشت. چرا؟ چون پادشاه مشروطه بود. پادشاه مشروط بود. مشروط به چی؟ عدم دخالت در امور اجرایی کشور، عدم دخالت در تصمیم گیری های بزرگ دولت ها، حتی عدم دخالت در انتخاب کابینه های دولت ها. خب این کابینه ها رو کی برای ما درست میکرد؟ یه دوره انگلستان درست میکرد، یه دوره روسیه درست میکرد، یه دوره انگلستان، یه دوره روسیه. در هر دو دوره یه بار منافع انگلستان باید تامین میشد، یه بار منافع روسیه باید تامین میشد. و شما از 1320 تا 1332 هیچ گونه پیشرفتی در از نظر اقتصادی، سیاسی، زیربنایی و تجاری در ایران نمیبینید. حکومت پادشاهیه، رضا شاه ساخته، ولیعهد شده پادشاه، اما شده پادشاه مشروطه. کجا شاهنشاه آریامهر پرونده مشروطه رو بست؟ 1332 28 مرداد اونجا بود که البته 25 مرداد ایشون طبق قانون اساسی مشروطه این اختیار رو داشتن که نخست وزیر رو عزل کنن و این کار رو کردن. مصدق کودتا میکنه و 28 مرداد قیام ملی شکل میگیره و دار و دسته مشروطه و مشروطه چی ها از ساختار حکومتداری ایران پاک میشن. و شما از 1332 تا 1357 چی میبینی؟ ایرانی که روز به روز در حال شکوفایی بود از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های آنچنانی و هر چیزی که خودتون دیگه میتونید برید بررسی کنید. پس دو دوره معاصر رو بررسی کنیم. دوره قاجار ایران میشه مشروطه. اواخر دوره قاجار ایران تجزیه میشه. 17 بخش میشه ایران. جدا از اون 17 بخش، در همون بخش‌ها هم خوانین برای خودشون حکومت میکردن، خانها حکومت میکردن. جدا از اون خانها، زورگیرها و گردنه بگیرها هم، مراد بیکها و حسام بیکها هم برای خودشون حکومت میکردن. یک مملکت خرتو الاغی که سگ صاحبشو نمیشناخت. مشروطه
حکومت مشروطه. رضا شاه میاد و اتفاقا مقابله میکنه با مشروطه. رضا شاه میاد بساط مشروطه رو برمیچینه با یک عزم ملی، با یک اراده ملی بساط مشروطه چی ها رو جمع میکنه. و همون جایی که رضا شاه بساط مشروطه رو جمع میکنه، آغاز ساختن ایران شروع میشه. یعنی رضا شاه ظرف 16 سال بعد از اینکه بساط مشروطه چی ها رو جمع کرد، ظرف 16 سال ایران رو میسازه. با چی؟ با هیچی. کدوم ایران؟ همون ایرانی که در زمان قاجار تیکه پاره شده بود. فرق رو میخوام ببینیم، فرق مشروطه رو با پادشاهی ایران رو. پس دوره احمدشاه، اواخر دوره قاجار، ایران ویران شده، تجزیه شده، مردم نابود شدن. رضا شاه میاد مشروطه چی ها رو میریزه سطل آشغال، پادشاهی میکنه در ایران و ایران رو میسازه 16 سال. انگلستان و آمریکا رضا شاه رو بیرون میکنن از ایران و در تبعید میکشن، ولیعهد رو میکنن پادشاه، پادشاه مشروطه. از 1320 تا 1332 ایران همون چیزی که رضا شاه ساخته بود رو شروع میکنن به خراب کردن و دنده عقب رفتن. ببخشید. 1332 شاهنشاه آریامهر بساط مشروطه رو جمع میکنه. تا 1357 ایران شکوفا میشه، میرسه به یک جایی که بزرگترین نرخ افزایش نرخ رو در جهان داره. ایران میرسه به یه جایی که به انگلستان وام میده، به آمریکا وام میده، به سوئد را وام میده، به اسرائیل وام میده. ایران میرسه به جایی که میاد کمپانی های بزرگ آلمان مثل بنز و بی ام و رو میخره، درشون سرمایه گذاری میکنه. ایران میرسه به یک جایی که میشه رئیس اوپک، اوپک رو تشکیل میده و خودش میشه رئیس اوپک. ایران میرسه به یک جایی که شاهنشاه آریامهر وقتی مصاحبه‌هاش شما امروز گوش میکنید، همه دنیا به دست و پای ایشون میافتن. ایران میرسه به یک جایی که شاهنشاه وقتی میاد در سوئد، در سوئیس برای تعطیلات، نخست وزیرها و رئیس جمهورهای اروپایی میرن پشت در کلبه ایشون صف میبندن تا ایشون از اسکی بیاد و با ایشون ملاقات کنن. این دوره، دوره چیه؟ دوره پادشاهی ایرانه، نه مشروطه. دقت کنید اینا. حالا بیایم به امروز برسیم. جمهوری اسلامی بعد از شکسته، البته شکست که من نمیتونم اسمشو بذارم، چون جمهوری اسلامی موفق شد. ببینید، جمهوری اسلامی رو پروژه معصوم قومی کلایی موفق شد، 5 سال برای خودش زمان خرید. رو پروژه حامد اسماعیلیون موفق شد. بزرگترین بحرانی که میتونه سرنگون کنه جمهوری اسلامی، یعنی رستاخیز 1401 رو ازش عبور کرد. رو پروژه تجزیه طلبان موفق شده جمهوری اسلامی، چون 44 سال داره حکومت میکنه و اینها هستن و مردم رو از تجزیه ایران میترسونن. پس جمهوری اسلامی موفق بوده، ما مردم ناموفق بودیم. حالا برای اینکه پروژه جدیدشون شکل بگیره، این بار از چهره های مشروطه خواه استفاده کردن. پشت نام پادشاهی خواه، در حقیقت پادشاهی خواهان پلاستیکی. در مورد یه مطلبی صحبت کردم چند شب پیش راجع به این کارزار 3 ماهه، اگه خاطرتون باشه گفتم بهتون، قبلش هم گفته بودم برگه های پادشاه و همسر ایشون تحت نظارت مافیای جهانیه. آی ایها الناس، پادشاه ایران در تبعیده. پادشاهی که در تبعیده، بنابراین برگه هایی هم که مربوطه به ایشون هست تحت کنترله. کنترل کی؟ مافیای جهانی. برای چی؟ برای اینکه مافیا هر زمان که نیاز داشته باشه، آره من پرچم پشت سرم متاسفانه تاج نداره، باید یه دونه بخرم. اون یکی پرچمم که دیروز تو اون ویدیو گذاشتم تاجم داره، منتها خیلی سنگینه، بخوام بذارم کلا این پرده رو میکنه میره پایین. پادشاهی که در تبعیده، مافیای جهانی همونجوری که داره از رسانه‌ها استفاده میکنه، همونجوری که از افراد استفاده میکنه، بنابراین
هرگز اجازه این رو نمیده برگه های پادشاه آزادانه فعالیت کنن. یه روز باید از قومی کلاها حمایت بشه، یه روز باید از محسن سازگارها حمایت بشه، یه روز باید از تجزیه طلبان حمایت بشه به نام دموکراسی، یه روز باید از هر انیرانی که شما میبینید حمایت بشه، اما هرگز از یک جریان ملی میهنی به معنی واقعی کلمهش نباید حمایت بشه. چرا؟ چون اون جریان ها جریان هایی هستن که مدیریت شدن، هدفمندن، اما یک جریان ایرانگرای راستین جریانیست که میخواد بزنه همه این بازی ها رو زیر میز، همه رو بزنه بریزه به هم و پیروزی ایران رو میخواد. طرح هنری پرشت رو برید پیدا کنید بخونید تا متوجه بشید داستان چیه دوستان. حالا ما میان گفتنی ها رو میگیم. یکی از دوستان میگفت که آقای قاسمی حالا شما اینها همه رو میگی چه فرق میکنه، چه مثلا چه فایده ای داره؟ من یه مثالی واسهش زدم، الانم اینجا این مثال رو میزنم. میدونید دوستان داستان چیه؟ داستان مثل این میمونه که شما توی یک اتوبانی یا توی جاده جنگلی دارید با سرعت میرید، 140-150 تا سرعت دارید میرید، یه نفر میاد به شما میگه که آقا پاتو از رو گاز بردار، حواست به جلو باشه، 1500 متر جلوتر صخره ها از کوریزش کردن و جاده بسته شدن، با این سرعت بری میری ته دره. خب شما اگر اینو بدونی 1500 متر قبل از این که به اونجا برسی اینو بدونی، یه فکری براش میکنی، یه چاره‌ای براش میاندیشی، حداقل پاتو از رو گاز برمیداری، حداقل ماشینتو آروم میاری کنار وای میسی. اگر اینو فهمیدی و پات رو گذاشتی رو گاز و افتادی تو دره، خودی که مقصر خودتی دیگه. برای ما اینا رو بیاییم میگیم برای اینکه میدونیم جمهوری اسلامی در این تابستان و نهایتاً پاییز مجبور به خودکشی خواهد بود و این خودکشی ها اگر جمهوری اسلامی نتونسته باشه اپوزیسیونش رو به مردم بفروشه و رسانه ها تحت کنترلش نباشن، ممکنه خطر مرگ برای جمهوری اسلامی داشته باشه. پس تمام تلاشش رو میکنه که تو تمام اپوزیسیون آدمهایی رو بذاره که این آدمها مورد اعتماد خودش باشن و بدونن به زمانش که رسید مردم رو بفرستن ته باقالیا، کمایی که تا امروز میبینید که این کار رو انجام دادن. وظیفه رستاخیز سیمور اینه که بیاد و این مطالب رو بگه، هیچ کدومش هم بدون سند نیست. الان من خدمتتون عرض میکنم راجع به تیم کلاشیون گفتم، عرفان قانه، پاسدار قانه فر، پاسدار کلاشیون، امیر صوفیامه و یه مش جکوژنوری که از ارسالی های سپاه پاسداران هستن، خودش با غرب متوجه نشدم، ارسالی های سپاه پاسداران هستن در لباس راست و جریان چپیش هم که میدونید دیگه، وحید بهشتی و مجید توکلی و انواع و اقسام جک و جنور جدید رو براتون آوردم بالا، تا حتی جایی که وزیر اطلاعات اسرائیل میره با وحید بهشتی ملاقات میکنه. یعنی مأمور ارسالی جمهوری اسلامی که در زمانی که شبکه داشت، شبکه تلویزیونی داشت، صبح تا شب از سپاه پاسداران و از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، حالا امروز نقش اپوزیسیون رو بازی میکنه و توسط پروپاگاندای رسانه‌ای این آدم به عنوان نماینده ملت ایران حالا فردا میخواد بره اوکراین، از طرف منوتو ایرانی به اوکراینی ها پیام بده. ببینید داستان از چه قراره، رونقی و مونقی و این آتاش. حالا بر تلویزیون منومولا یک بیانیه‌ای رو منتشر کرده از سمت بعضی ایرانگراها، خیلی جالبه. این آدم هایی که الان توی این ویدیو میبینید اینا قبلا تو فرشگرد بودن، تو مرشگرد بودن، توی نمیدونم شورای ملی بودن، توی همبستگی ایرانیان فلان بودن، همه جا بودن این آدم ها، همه جا بودن، اما هیچ کدوم از پروژه هاشون به نفع ملت ایران تموم نشده. در نهایت گندش در اومده که یه پولی جمع کردن، یه زبانی برای جمهوری اسلامی خریدن، یه تعداد نیروهای میهن پرست داخل ایران رو فروختن به جمهوری اسلامی و اعلام کردن که آقا این دکون تعطیل شد، می‌خوایم بریم یه دکون جدید باز کنیم. هیچ کس هم از اینها نپرسید که آقای علیرضا کیانی
شما که از دفتر تحکیم وحدت زیر خواب سعید حجاریان اومدی بیرون، میشه بگی در این در 12 سال گذشته که صبح تا شب توی این رسانه ها مشغول مبارزه با جمهوری اسلامی هستی چه غلطی کردی تا امروز؟ آقا ایراد که از اسم نیست که، یه روز اسمشو میذارید فرش کرد، یه روز اسمشو میذارید چارگوش کرد، یه روز اسمشو میذارید مثلث نمیدونم زوزنقه، یه روز اسمشو میذارید متساوی الاضلاع. مشکل از اسم نیست، بعد تو همون اسما خودتون بازیگرید، خودتون بازیگرید. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم، خیلی داستان دارم باش. خدایا ایران را از شر این خائنین راحت. با انتشار بیانیه این ضمن پشتیبانی از پیکار ملی ایرانیان به تشریف، حالا شد اسمش پیکار ملی دوستان، حالا این پروژه اسمش پیکار ملی، حالا ببینیم چی میگن، بفرمایید. سه مبارزه با جمهوری اسلامی و چگونگی اون پرداختن. این بیانیه در ابتدا میگه از بحرانی که از سال 57 آغاز شد 44 سال گذشته، بحرانی ناشی از چیرگی نیروهای ضد ایرانی و کوشش اونها برای حذف ملت ایران به نفع توهمات ایدئولوژی که همه وجوه حیات ملت ما رو دچار سیر قهقرایی کرده. نخستین گام برای حل بحرانهای کنونی ایران پیکار ملی علیه جمهوری اسلامی با هدف احیای حاکمیت ملی برای تحقق حقوق شهروندی همه ایرانیان فارغ از نوع گویش، زبان، جنسیت، دین و سایر ویژگی‌ها و تنوع شهروندان یک پارچگی. خب تا اینجا دوستان فهمیدید اصلا؟ تا اینجا متوجه شدید چی شد؟ تا اینجا اصلا متوجه شدید چی شد؟ هیچ. همون چیزی که شما در فرشگرد دیدی اینجا هم شنیدی، همون چیزی که دارم در همبستگی کیک و کیک شنیدی همینجا هم شنیدی. یعنی همه یه حرفای کلیشه‌ای، تکراری، درپیتی و دیکته شده بدون یه واف اضافه یه واف کم. یعنی فرمول رو فقط نگاه کنی. ایو تجزیه ناپذیری ایران، ملی بودن زبان فارسی و مرجعیت اراده ملی از جمله این اصول هستند. حجت کلاشی، امین صوفیامهر، روشنک آسترکی، الهه بقراط، شاهین نجفی و عبدالرضا احمدی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. یعنی فقط خداوکیلی تصویر رو نگاه کنید، فقط من عجیبه 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 واقعا. روشنک آسترکی مأمور اطلاعات جمهوری اسلامی، خودش و داداشش پوریا آسترکی که حتما چیزاشو دیدید دیگه، حالا براتون میذارم یکی دوتاشو. حجت الله کلاش، پاسدار حجت الله کلاش، پاسدار حجت الله کلاش. امین صوفیامه، اصلا یه آدمی که نه پشت داره، نه رشد داره، نه ریشه داره، نه اصلا آدم میدونه کیه، نه از کجا اومده. برگردیم توی چیز. آقا اگر تا به امروز وجدانن اگر تا امروز دیدید بی بی سی کاری کرده یا شخصی رو معرفی کرده که به نفع ما ملت ایران باشه، لطفاً این زیر برای من بنویسید، من دهنمو میبندم، لایوم قطع میکنم، میرم دنبال کارم. کسی رو که بی بی سی معرفی میکنه اتفاقاً با پرچم شیر خورشید هم میارش توی برنامهش، یعنی کسی که نه اصلا کسی میدونسته این کیه، از کجا اومده، یه دفعه از بنیاد دفاع از دموکراسی ها، بعد از اینکه رامین پرهام تومون از کونش میفته و همه متوجهش میشن، این آقای امیر صوفیامهر رو بی بی سی میاره معرفی میکنه به عنوان پادشاهی خواه. اصلا نمیدونی کیه، نه پدرش کیه، نه مادرش کیه، نه سابقهش چیه، کاری ندارم. بی بی سی اینو برای ما با پرچم شیر خورشید معرفی کرده. من ایرانی پادشاهی خواه چقدر باید ابله باشم که چی جنس بنجولی که بی بی سی داره تبلیغش رو میکنه من به عنوان میهن پرست بخرمش؟ شاهین نجفی، که جدا برات متاسفم آقای شاهین نجفی، من فکر میکنم، من یادتونه دوستان توی برنامه قبلی چند تا از دوستان، یکی از این دوستان هی درخواست میده میاد بالا. آقا برای چی درخواست میدی دوست عزیز من؟ خب برای چی درخواست میدی؟ اگه کار بکنی در مورد شاهین نجفی بگو ببینم چی.
چیه؟ مشکل چیه؟ حرف چیه؟ زود بگو خواهم حرف بزنم. الو کشتی خودتو که بیای بالا، حالا اومدی بالا که چی نگفتی. در مورد شاهین نجفی، زمانی که تغییر موضع داد، من تو همین برگه رستاخیز توی برگهای توی برنامه مختلف دوستان میپرسیدن آقا این شاهین نجفی جریانش چیه؟ من گفتم یک استثناء در تاریخ چپ ایرانی اتفاق افتاده و اون استثناء چی بود؟ یک چپ راست شد و اون چپ کی بود؟ جاویدنام فریدون فرخزاد. یادتونه؟ یک استثناء در تاریخ چپ ایران وجود داره که یک چپ راست شد. استثناء. در مورد شاهین نجفی هم همین رو گفتم. گفتم امیدوارم این استثناء دوم باشه در تاریخ چپ ایران. ولی خب دیدیم که استثناء فقط همون یه استثناء فریدون فرخزاد بود. و آقای شاهین نجفی هم الان داره ظاهرا تو باقالیا گل کوچیک بازی می‌کنه. خب یکشم شاهین نجفی، یکشم که زن شاهین نجفی نوه بازرگان. عجب داستانیه، عجب داستانیه. کی؟ نوه بازرگان. بازرگان کیه؟ نخست وزیر خمینی، کسی که با خاندان ایرانساز پهلوی جنگید. نه من اینجوری نگاه، ببینید کسی که بازی خوب، من دارم میگم دیگه، میگم واقعا برات متاسفم آقای نجفی، توی زمین بدی داری بازی میکنی و جایی داری میری که نباید بری. اعتبار و آبرو یک شبه به دست نمیاد، ولی بی آبرو شدن یک ثانیه اتفاق میافته. و حالا امیدوارم که برگرده سر راهش. حالا بریم بقیه صحبت این یارو رو گوش کنیم، کار داریم. باشه. در همین رابطه علیرضا کیانی فعال سیاسی روی خط اسکایپ همراه ما هستن که یکی دیگه از امضا کنندگان همین بیانیه هستن. خب چی شد دوستان؟ اره و اوره و شمسی کوره به اضافه خسرو گل سرخی. حالا بچه های حج... اینایی که شما دیدید، این آدمایی که دیدید، اینها بجز شاهین نجفی و زنش که اصلا بجز حضورات هم، اما اونایی که دیدید اینها ارسالی های سپاه پاسداران هم به فرماندهی حجت الله کلاش. حالا جزء اینها عرفان قانعی فرد هست، جزء اینها که هنو پشت پردن هنو جلو نیمدن، جزء اینها سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد هست، جزو اینها آرتمیس اهورا هست، آرتمیس علی آبادی زن سید حمیدرضا موسوی نژاد، و جزو اینها آدم های دیگه هستند که شما در آینده نزدیک برای هر کدومشون باید 8 ماه زمان بذارید تا اینا رو بشناسید. یعنی پروژه حجت کلاش یک پروژه 8 ماه هست، تاریخ مصرفش 8 ماه. بریم بقیه رو نگاه کنیم. دور بر شما آقای کیانی، نیروها و گروه های ملی بر اساس چه اصولی پیمان نیروهای ایرانگرا رو امضا کردند؟ درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه‌تون. اجازه میخوام در ابتدا گرامی بدارم یاد راستقامتان و جاویدنامان انقلاب ملی ایران رو، و درودی میفرستم به رزمندگان میانپرست و دلیر انقلاب، به سربازان گارد جاویدان، به فرزندان کوروش و اردشیر که روزگار ضحاکری خامنه ای رو تیره و تار کردن. آخه توف به اون قوزک پاد بر پدر و مادرت. نمیدین پدر مادرت که میشه، از پدرت نمیدین که. آخه تو که اینجوری دروغ میگی، درود میفرستیم، درود میفرستیم، درود. آقا 2000 پرچم شیر خورشید تاجدار توی ایران پخش شده. 7 هفته است زاهدان، بچه های زاهدان پرچم شیر خورشید تاجدار میارن توی خیابون ها. احسان شاددل به همراه خانوادهش با پرچم شیر خورشید تاجدار توی مشهد جلوی استانداری مشهد تو روز روشن ایستاد، اعتراض کرد، جاوید شاه گفت. این همه ویدیوهای پرچم های شیر خورشید تاجدار داره میاد، یه دونه رو نگاه نمی کنید، پخش نمی کنید. بعد درود میفرستی به کی؟ بچه هایی که دارن مبارزه میکنن کیان؟ پس و چرا ما نمیبینیمشون اینا رو که شما دارید میگید؟ حالا همین آقا، همین ارسالی سعید عجاریان،
14-15 سال تو اپوزیسیون پلاسه، تو رسانه هم لافت و شک پر کرده. آقا یه کسی مجری بی پدر من و تو، چرا از این آدم ها نمیپرسی؟ آقا شما که قبلا هم با هم بودید، شما که 40 نفر بودید تو فرشگر، اعتبار داشتید، روزنامه داشتید، رسانه داشتید، پادشاه حمایتتون کرد، همسر پادشاه حمایتتون کرد، چه غلطی کردید؟ 12 سال زمان برای مبارزه با جمهوری اهریمنی زمان کمیه؟ خب چیکار کردید؟ آقا بپرسیم دیگه ها؟ بپرسیم شما در اون دوره فرشگرد و بنیاد فرشگرد و ایکس و ایگرگ و وای چه غلطی کردید تا امروز برای مبارزه؟ چیکار کردید؟ سازماندهی درست کردید؟ نه. آموزش های انقلاب دادید؟ نه. تیم درست کردید؟ نه. شبکه درست کردید؟ نه. به زندانی های سیاسی کمک کردید؟ نه. به جانباختگان کمک کردید؟ نه. به خانواده هاشون کمک کردید؟ نه. تجهیزات به بچه های داخل فرستادید؟ نه. ایرانیان خارج از کشور رو سازماندهی کردید؟ نه. دادگاه بر علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور بنا کردید؟ نه. وکیل گرفتید برای اینکه مزدوران جمهوری اسلامی و عواملش رو در آمریکا و کانادا به دام قانون بندازید؟ نه. پس چه غلطی کردید؟ فقط یک دو تا کار کردن. بچه های میهن پرستی که شعار جاوید شاه می نوشتن تا قبل از فرشگرد، همه رو دو دستی تقدیم جمهوری اسلامی کردن. همین الانی که داریم صحبت بکنیم یه تعدادشون تو زندانن. کی فروختشون؟ فرشگرد. توسط کی؟ خانم میترا جشنی. آقا شما که میخوایی بیاید، حالا در ادامه میگه ما میخوایم نقشه براندازی بدیم به همه. آقا تو که میخوایی کچل، تو که میخوایی نقشه براندازی بدی، حداقل بیا بگو در گذشته ما این غلط رو کردیم مردم. درسته حالا نشد، ولی خب این غلط رو کردیم. عجیبه واقعا. این آخوند دوستا، این آخوند، من نمیفهمم آقا چرا بازنشستگی برای شما بی پدر مادرها تعریف نشده. جمهوری اسلامی دزده رو میکنه مشاور وزیر، دزدی میکنه، گندش در میاد، میکنش وزیر. تو وزارتش دزدی میکنه، میکنش رئیس مجلس. رئیس مجلس هست، دزدی میکنه، میکنش شهردار تهران. شهردار تهران دزدی میکنه، میکنش رئیس جمهور. این همین ساختار تو اپوزیسیون هم هست. دقت کردید به این دوستان؟ تا حالا دقت کردید؟ منی که امکانات رو میگیرم یه مدت زمان، نمیتونم کاری انجام بدم، باید برم گورم رو گم کنم. چون اگر میخواستم یه کاری انجام بدم تو اون مدت انجام میدادم. چرا؟ همش فقط اسم‌ها عوض میشه، آدم ها عوض نمیشن. همون آدم ها، همون تیم سعید حجاریان. میدونید چرا؟ برای که جمهوری اسلامی سر کار باشه، برای که انقلاب ملت ایران پیروز نشه، برای که مردم ایران ناامید بشن از مبارزه، برای که بگن ای بابا این جمهوری اسلامی، اینم اپوزیسیون ریدم تو هر دوشون. میخوان مردم رو به اینجا برسونن که در نهایت کسی نباشه وسط و اینها هر غلطی دلشون خواست با مردم بکنن بکنن. بریم بقیه صحبتش رو گوش کنیم. پیرو در موقع پرسش حضرت عالی میتونم عرض کنم که این متن دو هدف کلی رو دنبال میکنه. یکمی که در موقع بتونه به نیروهای ایرانگرا از گرایش های مختلف جهت مشخصی بده و در تموم شدارم. ببین لب به کلام توی این بود، لب به کلام توی این یه قسمتش بود. این آدم ها و این بیانیه ها و این تشکیلات اومده که به نیروهای ایرانگرا جهت مشخصی بده. این جهت مشخص کجاست؟ جهت مشخص بی تردید اون چیزی نیست که من و تو میخواییم. سلط براتون ارائه میدم. ما میخواییم جمهوری اسلامی سرنگون بشه، حکومت پادشاهی توی ایران به قول معروف بیاد سر کار. این چه خواسته ماست، خواسته آینده ماست. ولی برای عبور از جمهوری اسلامی نیاز به یک
شعار واحد و ابزار مشخص باید داشته باشه که اونم پرچم شیر خورشید تاجدار ایرانه. کی میتونه بگه پرچم شیر خورشید تاجدار ایران خط وسط که بیان مخالف واقعی و موافق جمهوری اسلامی نیست؟ کی میتونه بیاد اینو رد کنه؟ آقای علیرضا کیانی، این نیروهای ایرانگرایی که شما میخوای بهشون جهت بدی داخل ایران دارن پرچم شیر خورشید تاجدار میگیرن دستشون، فریاد جاوید شاه سر میدن، رضا شاه روحت شاه سر میدن و شما یک کدومش رو پوشش نمیدید، یک دودش رو پوشش ندادید. و بعدم از کی تا حالا شاگردان سعید حجاریان دنبال ایرانگرایی بودن ما خبر نداشتیم؟ از زمانی که سعید حجاریان میاد توییت میزنه بزرگترین موزل ما یعنی جمهوری اسلامی دور شدن از آرمان‌های مشروطه است. حالا یه مطلب دیگه، آقای کیانی، آقای خسروگل سرخی، شما در فرشگرد هم که همین چیزا رو میگفتید، آرمان نامتون هم که همین بود، میشه بفرمایید چه گام مثبتی تو فرشگرد برداشتید که حالا اسمشو گذاشتید ایران نوین، بعد این بار اومدید دوباره بنیاد فرشگرد رو انداختید؟ میشه بگید چی کار کردید؟ حداقل تو این زمین ما هم بدونیم دیگه، حقمونه. خب هدف تو افکنی بر اون مسیر راه و ایجاد شفافیت یه کمی عملی در یکمی که در واقع بتونه به نیروهای ایرانگرا از گرایش‌های مختلف جهت مشخصی بده و در پرتو افکنی بر اون مسیر راه و ایجاد شفافیت نظری و عملی در مبارزه با جمهوری اسلامی و به بارنشوندن یک نظم ایرانگرا و دموکراتیک مؤثر باشه، چون متاسفانه زیاد می‌دیدیم خصوصا پیرو به خیزش انقلابی سال 1401 که خیلی از نیروهای ایرانگرا برایشون جای پرسش بود که چه باید کرد، مسیر رو چگونه باید پیش رفت. عجب داستانی داریم بابا، یارو رو تو ده راه نمیدن سراغ خونه کت خدا رو گیره. آخه الگنگ گوشگو کی اومد از تو سوال کرد که چه باید کرد؟ شما که در همین قیام در رستاخیز 1401 که رفتید دست بیعت با نوری علا و حسن شریعت مداری و شورای مدیریت گراز و عبدالله معتدی و مظلوم قومی کلایی و اینها دادید؟ اگه ندادید اسنادتون هست. بعد ایرانگرا شما میخواید به جامعه مسیر ایرانگرایی یاد بدید؟ شما به قول جناب مهربانی هرچی کدواژه‌های کلیدی توی برگه‌های رنسانس و رستاخیز این برابر گفته میشه اینا فقط همونو برمیدارن. به قول جناب مهربانی، آقای کیانی بیا اصلا ایرانگرایی رو تعریف کن، ببینم تعریفت از ایرانگرایی چیه. بعد اینها در ظاهر میان حمله میکنن به 57 ها، خودشون نوکر 57 ها. آقا سعید حجاریان دفتر تحکیم وحدت، برید ببینید کیان. الان یه پست براتون یه شات نشون میدم، بذار الان صحبتشو بکنه. ما سعی کردیم یک این هدف رو تامین کنیم و این چه باید کرد رو در واقع پاسخ بدیم. دو هدف دومی هم که این متن دنبال میکنه اینه که یه نقشه راه، یه در واقع پایه نظری مشترکی فراهم کنه برای احزاب و گروه های ایرانگرا از گرایش های متفاوت تا بتونن با تکیه بر اون ائتلاف های سیاسی در مبارزه با جمهوری اسلامی رو صورت بدن. فقدان این هم حس میشد که آزاده رضا پهلوی به عنوان رهبری انقلاب همیشه تاکید. خب اینجا ببین، اینجا اونجاییه که باید حالا دست بکنیم تو اعتبار شاهزاده رضا پهلوی به خودمون اعتبار بدیم. اینجا همون جاییه که باید زهر رو لای زرورق خوشگل گریسمانی کرد، فرو کرد به مردم. آدم ها رو دیدید؟ آدم های جمهوری اسلامی. برنامه رو دیدید؟ هدفمند کردن مسیر انقلاب مردم به سمت باقالی ها و آدم ها و این آدم. حالا باید برای که اعتبار بدیم به جریان، شاهزاده رضا پهلوی هم او تا
طرف نشست اوه شاهزاده رضا پهلوی پس با ایناست، درود بر کیانی، درود بر کیانی. آقا این کلک ها قدیمی شده، این کله خودت نخنما شده علیرضا کیانی، این کلت نخنما شده این کلک ها. تو که عددی نیستی، منظورم سعید حجاریان ارباب پشت سرته. بقیهش رو گوش کنیم. حالا اسلامی رو صورت بدم، فقدان این هم حس میشد. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبری انقلاب همیشه تاکید داشتن که باید این احزاب و گروه های آقا میشه بفرمایید پادشاه ایران کجا گفتم من رهبر انقلابم؟ کجا پادشاه ایران گفتم من رهبر انقلابم؟ دوستان من درست میشنوم یا چی؟ کجا پادشاه گفته من رهبر انقلابم؟ تمام تلاش سعید حجاریان و تجزیه طلبان قومی کلا و امثال هم میدونید چی بود؟ این بود که پادشاه رو از جایگاهش بیارن پایین در حد رهبری و در کنار این رهبر رهبرهای دیگر رو بزنن. حجت کلاش چی گفت؟ گفت تمام تلاش ما کشتن اقتدار رهبریه، که چی بشه؟ که رهبرهای مختلف بشینن بغل دست هم، صل علی محمد، منشوری ها خوش آمد. حالا این یکی حجاریان ها از سمت سپاه پاسداران خوش آمد. آقا برید یه پاراگراف بیارید که پادشاه گفته باشه من رهبر انقلابم. آقای علیرضا کیانی، اون کسی که گفت من رهبر انقلابم رفیقتون بود، معصومه قومی کلایی، اون گفت من رهبر انقلابم، پادشاه که نگفت که. عجب عجب، بچه ها خوندید دیگه. تا بتونم با تکیه بر اون ائتلاف های سیاسی در مبارزه با جمهوری اسلامی رو صورت بدم. فقدان این هم حس میشد. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبری انقلاب همیشه تاکید داشتن که باید این احزاب و گروه های سیاسی در ائتلاف با هم دیگه قرار بگیرن، ولی ما میدیدیم که این کار تا الان هنوز اونقدر که باید انجام نشده. این متن با توجه به اینکه 15 فردی که امضا، دوستان چشماش رو نگاه کنید، کاملا از روی ایمیلی که براش اومده داره میخونه، واو به واو داره از رو ایمیل میخونه، یعنی از رو نوشته میخونه. دقت کنید به چشماش از ابتدا تا الان. داشت کردن خودشون هم بر برخور روابطی دارن، در احزابی هستن، در گروه هایی هستن و همه در واقع در گرایش ایران گرایی مشترک هستن، میتونه اون پایه نظری لازم رو فراهم کنه و پیشنهاد کنه به احزاب و گروه های ایران گرا تا اقدامات عملی و ائتلاف های لازم رو بر اساس این متن صورت بدن. خب حالا میدونید جریان چیه دوستان؟ میدونید جریان چیه؟ جریان اینه که جمهوری اسلامی گفتم دو تا هدف داره. یک، بتونه این بحرانی که در آینده نزدیک روبروشه اینو مدیریت کنه. از قبل میاد این آدم ها رو معرفی میکنه، بعد حزب ایران نوین که همین جانور توشه و همون جانوران فرشگردید، حالا اسمشون شده ایران نوین، یعنی ارسالی های سعید حجاریان، میان تز میدن. تزش چیه؟ کارزار سه ماهه. کارزار سه ماهه چیکار کنی؟ خوندینش؟ در کارزار سه ماهه میگه باید اعتصابات و اعتراضات داخلی رو با همدیگه هماهنگ کنیم. کدوم اعتصابات و اعتراضات؟ اعتصابات و اعتراضات دانشجویی و بازاریان و امثالهم. جمهوری اسلامی همیشه برای عبور از بحران ابتدا میاد از معلمها، دانش آموزان، دانشجویان و یه بخشی از کشاورزان و امثالهم، اینا رو میاره توی خیابان، مالباختگان و امثالهم. برای چی؟ برای اینکه یک، خشم جامعه رو یه مقداری سوپاپش بیاره پایین، و دو، مردم رو خسته کنه، زده کنه، و سه، به دنیا نشون بده کشور من آزاده، اعتراضات توش میشه، تجمعات میشه و من کاری با کسی ندارم. اینو دیدید؟ ببین من یه نمونه از این اعتصاباتی که تو کارزار سه ماهه قراره سعید حجاریان برای ما اداره کنه، یه قسمتشو با هم میبینید. ایرادی نداره که، اصلا ایرادی، میگن چی؟ یزد دوره نه آره دیگه، یزد دوره گس که نزدیکه. یکی از اون اعتراضاتی که این آقایون میخوان کارزار سه ماهه رو را بندازن روش
که جمهوری اسلامی به سلامت عبور کنه در کنار تبلیغات خارج از کشور، داخل ایران داره عملی میشه، داره انجام میشه. میخوایم انقلاب کنیم، ما مردمی که دیماه 96 رو پشت سر گذاشتن، آبان 98 رو پشت سر گذاشتن، 1400 رو در پشت سر گذاشتن، 1401 رو پشت سر گذاشتن، مردمی که از کلیت جمهوری اسلامی عبور کردن، در این کارزار 3 ماهه سعید عجاریان و شرکا ببینیم اعتراضاشون به چه صورته. چی میگن؟ رضا شاه روحت شاد. باورم کنید، نگاه کنید. متوجه شدی؟ اینا کیان؟ اینا همون 57ان که اومدن تو خیابون من میگفتن مرگ بر شاه، اینا همونا. حالا اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که مردم در دیماه 96 اومدن، جوان ها بیرون کشته شدن، اینا تو خونه هاشون بودن. در آبان 98 مردم اومدن بیرون کشته شدن، اینا تو خونه هاشون بودن. 97 مردم اومدن کشته شدن، اینا تو خونه هاشون بودن. 1400 مردم اومدن بیرون کشته شدن، اینا تو خونه هاشون بودن. همین 1401 مردم اومدن بیرون کشته شدن، اینا تو خونه هاشون بودن. اما زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره، اینها حاضرن. شما شعارها رو شنیدید؟ شعارها رو شنیدید؟ حالا یه ویدیو دیگه هم از همین کارزار 3 ماهه به قول معروف سعید حجاریان براتون بذارم ببینیم. عجب اصلا تجمع در حد انقلاب، اصلا باور نمیکنید. لامصب باور نمیکنید. خودتون گوش کنید. بریم دیگه آقا، بیاد تو خیابون اومدن مردم، اوف انقلاب فلان. ببینید این نوع عمل کرد جمهوری است. دیدید آزادم بودن ها، پلاکارد گرفته بودن دستشون، دارن تو خیابون هم راه میرن، خیلی هم آزادن. تا حتی جمهوری اسلامی مأمور میذارهشون محافظت هم میشه که کسی یه موقع خدای نکرده اونجا شعار بدی نده بر علیه جمهوری اسلامی. شلوغ کنید دیگه. حالا اینا رو ببینید، در کنارش بحث دانشجویان هم شروع شده. نه رو فهمیدید دیگه ها، از کجا داره میاد؟ از اتاق فکر جمهوری اسلامی. کارزار 3 ماهه حزب ایران نوین چی میگه؟ میگه ما باید از این جریان نه حمایت کنیم. که چی بشه؟ همون چیزی که نه به جمهوری اسلامی شد. یادتونه پلاکارد میگرفتن اینجوری، نه به جمهوری اسلامی، قبلش من نفر 15 هم هستم و خیلی قبل تراش. چه اتفاقی افتاد؟ آقا چرا کسی نمیپرسه چی شد؟ نه به جمهوری اسلامی چی شدید؟ نفر 15 هم چی شدید؟ همین بیاین یک سال دو سالی توی توضیح میدم، یک سال دو سالی بیاین توی فضای اپوزیسیون رو بزنیم و ببریم و مردم رو خرب کنیم و آخرش همین چه خدافظ خدافظ بریم نمال زندگیمون. مگه خون این ملت ایران ارزش نداره برای شما؟ قطعا نداره، قطعا نداره.
ولی تا کجا فکر میکنید میتونید با این پروژه ها با این مردم بازی کنید؟ بریم حالا بقیه این یارو گوشکوبری مرزا رو با هم دیگه بشنویم. بقیه‌اشو بشنویم ببین چند تا مطلب شما هدف شما افراد ملی خفه شو بیه نمیدونم دیگه که در کنار شما این پیمان رو بده یه لحظه اینجا من به من و مولا یه چیزی بگم ببینید ملی دیگه که در کنار شما این پیمان رو امضا کردن یه لحظه بیا جا از اون به گروه های ایرانگرا تا اقدامات عملی و ائتلاف‌های لازم رو بر اساس این متن صورت بدن. چون میکنی هدف شما افراد ملی دیگه که در کنار کی گفته من خانم من و مولا مجری من و مولا دوزر یه در پیتی کی گفته حجت کلاش آدم ملی ایرانیه افراد ملیه؟ کی گفته اینا ملیه؟ مگه سپاه پاسداران ملیه؟ کی گفته روشنک آسترکی که برادرش مأمور اطلاعات جمهوری اسلامی و خودش پل ارتباط بین حجت کلاش و وزارت اطلاعات، کی گفته اینا ملیه؟ الهیه بقراط رو کی گفته ملیه؟ عرفان پاسدار عرفان قانعی فرد رو کی گفته ملیه؟ این سندی که شما در یک شبکه میگی افراد ملی مثل شما، بابا خود یارو آخوندزاده است، خود یارو زیرخواب سعید حجاریانه، خود یارو از دفتر تحکیم وحدت اومده. کی میگه اینا ملی هم که شما خر رو میخواید به جای اسب به ملت بندازید؟ نه حیفه، خر حیفه. قورباغه رو میخواید به جای فولکس به مردم بندازید؟ کی گفته؟ علیرضا کیانی. علیرضا کیانی الان بهتون میگم. یه لحظه اینجا رو گوش، یه لحظه اینجا رو نگاه کنید دوستان. آدمای ملی رو خوب بشناسید. این آقایی که دارید می‌بینید پوریا استرکی، کارشناس بی بی سی در اهواز تشییع جنازه شهید قاسم سلیمانی. کجا؟ بی بی سی. از کجا؟ از تهران. کی؟ برادر روشنک استرکی. کی؟ برادرزن حجت کلاشی. بفرمایید. خب این یکی از ملی‌هاش. حالا بریم ملی بعدیش هم با هم دیگه ببینیم. عجب داستانی داریم به خدا ما با این ایران ستیزان. بفرمایید. عصر نو. علیرضا کیانی عضو منتخب دفتر تحکیم وحدت آزاد شد. علیرضا کیانی یکی دیگر از اعضای منتخب دفتر تحکیم وحدت منتخب انتخاب شده که در سلسله بازداشت‌های دانشجویی در روز 16 آبان ماه دستگیر شده بود آزاد شد. به گزارش دانشجو نیوز، علیرضا کیانی فعال دانشجویی مازندران امروز با قید کفالت از زندان اوین آزاد شده است. روز گذشته نیز محمد حیدرزاده یکی دیگر از اعضای منتخب دفتر تحکیم وحدت و از فعالین دانشجویی شهر کرد آزاد شد. محمد حیدرزاده، محسن برزگر، علیرضا کیانی در روز 16 آبان ماه و علی قلی‌زاده در روز 14 آبان ماه دستگیر و سپس به زندان اوین منتقل شدند. پس از دستگیری این چهار فعال دانشجویی، روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه بازداشت فعالین دانشجویی را محکوم کرد و خواستار آزادی دانشجویان در بند شد. گفتنی است که بعد از دستگیری چهار عضو منتخب دفتر تحکیم وحدت، سیاوش حاتم فعال دانشجویی و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت نیز در تاریخ فلان دستگیر شد. دفتر تحکیم وحدت، بدونید دفتر تحکیم وحدت کیه، مؤسسش کیه، مدیرش کیه، رئیسش کیه، تا امروز کی داره میگردونه؟ سعید حجاریان. یه دونه دیگه از این آدمای ملی، یه دونه از این یه کلیپ دیدم کلی خندیدم. یه دونه دیگه از این ملی آقای شاهین نجفی، جدا برات متاسفم آقای شاهین نجفی. چقدر آدم باید بدبخت باشه چپ باشی سالیان سال، بعد
با یه پوست خربوزه اینو بشه یه کلیپ کوتاه اینو بشنویم یکم هم بخندید دوستان. این آقای آشوری ظاهرن درست کرده، آقای آشوری فکر میکنم کلیپ اون درست کرده. مدام باید تکرار بکنیم ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملی‌گرا باشی، ایران دوست. یه دونه جمهوری خواه مل... آقای شاهین نجفی، آقای شاهین نجفی، یه دونه جمهوری خواه ملی دو من معرفی کن. یه دونه میگه ملی‌گراها لزوما پادشاهی خواه نیستن، جمهوری خواه ملی‌گرا هم داریم. در ساختار سیاسی ایران ما یه دونه ملی چپ داشتیم که خودشون پشت واژه ملی پنهان کرده بود. اون کی بود؟ مصدق. من ملی هم دیگه. و اتفاقا همون مصدق بود که بر علیه حکومت پادشاهی کودتا کرد و همون مصدق بود که فاطمی و رفقاش رو فرستاد در میدان بهارستان اعلام جمهوری کرد. اعلام جمهوری کرد. پس این چیزی که داری میگی آقای شاهین نژاد، برای آقای شاهین نژاد میدونید برای چیه؟ برای تطهیر جریان چپ، نه چپ قدیما مثل مهرانگیز کار و آتش‌خالا، نه چپ جدید. کیا؟ وحید بهشتی، حسین رونقی، دامت برکاتو و این آدم‌های نسل جدید دیگه با مجاهدین پوسیده کاری ندارن، اون حذف میشه. با چپ‌های کمونیست و امثال هم دیگه کاری ندارن، اونا حذف میشن. اما با آدم‌هایی مثل رویا برومند و لادن برومند کار دارن. اینها باید تطهیر بشن، این چپ‌ها باید بیان بالا. کی حرف باید بزنه؟ شاهین نجفی. یه بار دیگه گوش این کلیپ آقای آشوری ظاهرا خیلی جالب درست کرده. مدام باید تکرار بکنیم مدام تکرار گرایی مساوی پادشاهی نیست. شما میتونید جمهوری خواه باشی و ملی‌گرا باشی، ایران دوست باشی. و دقیقا کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آها. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. شما نگاه آقا بگر ببخشید آقای آشوری اگه این کلیپو می‌بینید، مصدق کودتا کرد که پادشاهی ایران رو بکشه پایین، جمهوری بذاره سر جاش. تو میگی دعوا نداریم؟ یارو کودتا کرد، تو میگی دعوا نداریم در تاریخ ایران؟ گوش کنیم این آقای آشوری چی میگه، خیلی جالبه. سیاست مربوط به ایران. شما نگاه بکن الان کسی که جمهوری طلبه اصلا ملی‌گرا میتونه باشه دیگه. آقا پادشاهی خواهی که ملی‌گرایی باقی میشه، جمهوری خواهی هم هست دیگه. الان مثلا خمینی یا پدر بزرگ زن امام بازرگان نخست وزیر اول امام چقدر ملی‌گرا بود. الان خود من که زنم، که خود من تخم لنینم، زنم هم تخم نخست وزیر امامه، با هم دیگه خوردیم و ملی‌گرا شدیم دیگه، ملی‌گرا شدیم. پس فکر نکنید که هر کسی که پادشاهی خواهد فقط ملی‌گرا. دعوا هم دعوای سمت جمهوری طلبی و پادشاهی خواهی اصلا اشتباه نکنید. رو خدا کسی که اینجوری فکر میکنه اشتباه میکنه. شما بیایید سمت ما جمهوری طلبه، یک بهتون نشون بدی که بعد 44 سال دوباره چجوری چیزی بگوید. بعد با نبودن شاه یا شاهنشاه در ایران، هر تبهکاری از هر کجا که میخواهید در این چهل سال به فرمان روایی رسیده است. تا زمانی که شاهنشاه ایران بود و جاوید شاه گویان بودن، چنین تباهی در ایران راه نداشت. چون شاهنشاه ایران بازگردد، راه هم تبهکاران دوباره بسته میشود. مگر اینکه جمهوری و جمهوری خواهی لحکاره و نمیدونم لحکاته که از کجای نام زشت را آورده است، همان راه زشته که روم میخواهد و دیگران میخواهند را دنبال کند.
نخواهید دید آن روز را. خب ایشون آقای زرتشت سود نمیدونم جان مهربانی، من فکر کردم که کار و آشوری، حالا اگه کار اون هم نیست کار هرکی بود که قشنگ درست کرده بود، خیلی جالب بود، من اینو دیدم یه لحظه فکر کردم شاید کار اون باشه. به هر حال اینم دیدیم. حالا بریم سراغ بدون بقیه علیرضا کیانی بقیهش چی بود؟ بدونیم بقیهش چی بود دیگه، چه به قول معروف چیزی برای ما داره برای مسیر پیروزیمون؟ بابا مردیم دیگه آقای کیانی، تو رو خدا ما ایرانگرایان همه همینجوری دست به دامن، اصلا نمیدونیم چی کار کنیم ما ایرانگرایان، ما اصلا فلجیم، ما اصلا بلد نیستیم. آقای علیرضا کیانی جون مادرت با امیر خوشگله، با سعید حجاریان، با حجت کلاش و امثال هم یه ذره دست به جنبونید، ما خیلی کلافه ایم، ما اصلا نمیدونیم ما ایرانگرایان نمیدونیم باید چی کار کنیم، واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم. فقط باید دست به دامن بچه های سعید حجاریان شد، فقط باید منتظر باشیم ببینیم فائزه رفسنجانی چی برامون میرینه، باید منتظر باشیم ببینیم فائشه رفسنجانی اون یکی فاطمه شو چه غلطی میکنه، بگید بیاید به داد ما برسید. آقای علیرضا کیانی اینا چی فکر میکنن با خودشون؟ وجدانا چی فکر میکنن با خودشون؟ برای شما این پیمان رو امضا کردن چیه؟ ببینید من بر همونطور که گفتم اگه اون دو هدفه که در پاسخ به پرسش پیشین گفتم رو در واقع بذاریم کنار و یه خورده جزئی تر در واقع راجع به همون اهداف صحبت کنیم، متن بر شکل گیری یک سازمان مبارزه تاکید میکنه. متن تاکید میکنه در خود متن هست که هیچ انقلابی بدون رهبری پیروز نمیشه. رهبری این انقلاب خب با شاهزاده رضا پهلوی مردم صدا کردن، کسی رهبری رو نمیتونه از بیرون تعیین کنه که رهبری انقلاب فلان یا فلان، نه رهبری انقلاب مردم صدا کردن شاهزاده رضا پهلوی رو در یک بازه زمانی مشخص و بر این اساس این رهبری نیاز به یک سازمان مبارزه داره به عنوان حامی به اصطلاح رهبر، به عنوان حامی رهبر انقلاب. چون خب آقای حامی رهبر انقلاب ادبیات رو می‌بینید، اما ادبیات خمینی و شورای انقلاب بهشتی رجایی با هنر ای مطهر کجایی نمی‌دونم کی بود یارو مطهری رهبر انقلاب، رهبر انقلاب آقای کمک دهند سازمان کمکی به رهبر انقلاب. شما خب فرشگردم که همین حرفا رو زدید، قبل از فرشگردم که همین حرفا رو زدید، حزب ایران نوینتون هم که همین حرفا رو داره میزنه، اونجا چیکار کردید که حالا باید خوب دقت کنید دوستان؟ وقتی صحبت از پادشاه میشه اینجا برای چی؟ برای که عملکرد اینها باید توسط اون برگه ها حمایت بشه. برای چی باید حمایت بشه؟ برای که من و تو ایرانی فریب بخوریم، به همین سادگی. بارها و بارها گفتم یه روزی نازیلا گلستان و پیرزاده بودن، برید همون موقع کانال های پادشاه رو نگاه کنید، برید ببینید دیگه، ببینید چه چیزهایی و چه کسایی روی اون برگه ها تبلیغ میشدن. و حالا تیم امیرحسین اعتمادی و یعنی سعید حجاریان و امثالهم هستن، حالا ببینید کیا تبلیغ میشن. راجبه یه لبو فروشی توی برنامه ها من صحبت کردم، همین که گوشواره میگه، حالا بقیه اینا دیگه ول کنید، مزخرف زیاد میگه، حالا حوصله‌اش هم ندارم. یه لبو فروشی توی فضای مجازی هست که اتفاقا توسط برگه های همسر پادشاه توسط امیرحسین اعتمادی حمایت میشه. این آشغال رو ببینید، این همون گیه هست، همون چاواله. کجا یادتونه برگردیم یادتونه بهتون گفتم این راننده وانتی ها، این لبو فروشی ها توسط امیرحسین اعتمادی داره بهشون بالو پر داده میشه که بیان بالا برای یه روزی. اون روز کجاست؟ اون روز روزیه که امیرحسین اعتمادی پرچم شیر خورشید تاجدار ایران رو شورت و کرسی ننش رو بشستونه بشه. اینا باید بیان ازش حمایت کنن.
و الان که این پروژه کارزار سماهی سعید حجاریان دیکته شده، حزب ایران نوین اومده اینو مطرح کرده، همین لب و فروشان باید بیان در موردش تبلیغ کنن. یعنی این آدم ها رو باید بیارن بالا که بتونن ازشون استفاده کنن. اگه نیارن بالا که استفاده ای ندارن. کجا پست میشه برگشت؟ ویدیوش کجا پست میشه؟ صفحه رسمی حزب ایران نوین. صفحه رسمی حزب ایران نوین. متوجه شدید حالا؟ متوجه شدید بهتون گفتم اون روزی که من ویدیو گذاشتم در رستاخیز گذشته از بانو یاسمین خواهش کردم که تا پایان این رستاخیز بذارید بریتون رو ببندینش که ازش سوء استفاده نکنه. خب در توان ایشون نیست، یعنی در چی میگن اختیار ایشون نیست، اما من هشدار رو دادم بهتون. اینا قراره برای من و تو انقلاب کنن. البته انقلابی در کار نیست، قراره دست جمهوری اسلامی رو بگیرن، به سلامت از این بحرانی که پیش روشه عبورش بدن. به همین سادگی دوستان. بریم ببینیم حزب ایران نوین کیه، چی میگه، چی میگه حزب ایران نوین کیه که برای من، برای من ایرانی و تو ایرانی کارزاره، کارزار سه ماهه را انداخته. ها حزب ایران نوین وقتی یک حزبی سخنگو داره، سخنان اون سخنگو نشانگر مواضع اون حزبه. اولا بهتون بگم ما در خارج از کشور در حال حاضر به هیچ عنوان حزب نمیتونیم داشته باشیم و نداریم. هر کسی نام حزب رو گذاشت بی تردید کلاهبرداره و بی تردید مورد جمهوری اسلامی شارلاتانه. این از ابتدایی ترین اصول. حالا همه اون آدم هایی که امضا کردن هم بهتون میگم. حزب ایران نوین، ارسالی های سعید حجاریان در پوست جدید، ببینیم چی میگن. از پادشاه ما یه میذاره دیگه، علیرضا کیانی دیگه میگه ما میخوایم به پادشاه مشاوره بدیم، سازماندهی کنیم برای پادشاه دیگه. خواستشون چیه؟ آیا با خواسته پادشاه یکیه؟ نگاه کن. من میخوام که به همین پرسشی که پرسید از جناب کلاشی یه پاسخ بدم که ما نگاهمون به این هستش که اگر ما سعی بکنیم صفوف جمهوری خواهی و پادشاهی رو از هم جدا بکنیم، من کاملا با شما موافق هستم که فردای رای جمعیت بزرگی از مردم ایران سرخورده خواهند شد و احساس میکنن که سرکوب شدن و اون آینده‌ای که برای ایران میخوایم نیست. برای همین یکی از تلاش‌های اصلی حزب ایران نوین خواهد بود که ما سامانه مشروطه رو فارغ از نوع نظام پادشاهی یا جمهوری جا بندازیم. سامانه مشروطه اصلا به هیچ عنوان به من، اولا زمانی که صحبت از جا انداختن میشه یعنی یه چیزی رو میخوایم فرو کنیم دیگه، خودش داره میگه میخوایم یه چیزی رو فرو کنیم. ولی واژه مشروطه، تمام تلاش رو جا انداختن مشروطه است. چرا؟ چون مردم اومدن میگن رضا شاه روحت شاد، جاوید شاه، بگو برگرد شاه، ایران که شاه نداره، انقلاب حساب کتاب نداره. شما هرگز ندیدید از آبان 94 تا همین امروز کسی بیاد توی خیابون‌های ایران بگه زنده باد مشروطه، زنده باد مشروطه. شنیدید؟ شنیدید جایی کسی بیاد توی خیابون بگه زنده باد مشروطه، زنده باد مشروطه؟ اگر شنیدید به ما بگید. اتفاقا تنها کسانی که استدلال میکنن به مشروطه برای اینکه ایران باید فدرال بشه تجزیه طلبان، تنها کسانی که جفبا رو یک حرف میستن که در زمان شاهنشاه و در زمان رضا شاه هم ایران فدرال بوده تجزیه طلبان. میدونید کجا؟ اونجایی که میان بحث ایالتی ولایتی رو مطرح میکنن. مردمی که میان میگن رضا شاه روحت شاد، رضا شاه اومد زد تو دهن مشروطه چیان. مستند سردار سپه رو برید ببینید. حالا اگه حال ندارید کتاب سفرنامه خوزستان رضا شاه رو بخونید، برید مستند رو ببینید. شاهنشاه 28 مرداد 1332 زد تو دهن مشروطه چیان مثل مصدق و دار دستش.
مردم اومدن میگن رضا شاه روحت شاد. اینا میگن چی؟ ما باید مشروطه رو جا بندازیم، یعنی این مردم رو بیاریم، این مشروطه رو به زور. آقا مشروطه مبلغ و مدافعش میرزا کوچکان انگلی بود، مدرس بود، شیخ ازعل بود و امثال یعرازل اوباش. جمهوری اسلامی که اومد عکس مدرس مدافع مشروطه رو چسبون رو پول ملیش. مگه نه چسبون؟ یادتونه عکس مدرس مدرس روباه توشه؟ یادتونه؟ برای میرزا کوچکان انگلی هم که سریال ساخت، برای شیخ ازعل هم که سریال ساخت. پس قهرمانان مشروطه یا مدافعان مشروطه قهرمانان امروز جمهوری اسلامی هم. از مصدقش بگید تا دیگرانش. حالا مردم میخوان از جمهوری اسلامی مشروطه چی؟ بیان بیرون، برگردن به پادشاهیشون. این بی پدر مادرها میگن ما باید تلاش کنیم مشروطه رو بچپونیم به این مردم. حالا کدوم مشروطه؟ این مهمه. کدوم مشروطه؟ یعنی پادشاه خانی یا جمهوری خانی نیست، بلکه اون حاکمیت قانون هستش. اون که قانون بالاتر از هر فردی، چه میخواد اون فرد اول پادشاه باشه، چه میخواد رئیس جمهور باشه. و نظام نباید یک ریاستی باشه، اونجا رئیس میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد پادشاه باشه. نظام باید چند ریاستی و حداقل دو ریاستی باشه. اگر ما این تموم شد دیگه آقا، تلاش اینه که مشروطه رو بچپوریم به جامعه و بگیم در آینده نظام نباید تک ریاستی بلکه باید چند ریاستی باشه، یعنی ایران فدرال. یعنی ایران فدرال اینو کی میگه؟ حزب ایران نوین. کدوم حزب ایران نوین؟ همونی که میخواد سازمان تشکیل بده در کنار کلاشیون که دوروبر پادشاه باشن، که به ملیگرایانی که توی خیابون میان فریاد میزنن به اونا خط بدن، شعار بدن، بگن حالا این اینو برید، این درسته. دوستان شاید خیلیاتون خیلی ها شاید بگن آقا دیگه جمهوری اسلامی اینجوری نیست، این فکرها رو نمی کنه، احمق‌تر از این حرفای اشتباه می کنید. اون کسایی که میگن جمهوری اسلامی یک رژیم نادان بی سواد ابلهه اشتباه می کنید. دوستان جمهوری اسلامی اتفاقا فوق‌العاده هوشمندانه طبق برنامه‌ای که بهش داده شده عمل کرده و تونسته ظرف 44 سال کشور ایران رو با اون وسعتش رو ویران کنه. شما در ویران کردن یک چیزی باید تخصص داشته باشید، باید خیلی تخصص داشته باشید که بدونی کجا رو بزنی که محیط زیست ایران نابود بشه. باید خیلی تخصص داشته باشید که چیکار کنی که پیچ‌ومروهای فرهنگی ایرانیان رو بتونی شل کنی، بتونی نابود کنی. خیلی باید تخصص داشته باشی که اپوزیسیون رو به گونه ای مدیریت کنی که مردم نفهمن اپوزیسیون و جمهوری اسلامی جفتش یکیه. این خیلی دانش میخواد. شما وقتی میخوای یک برجی رو بسازی باید بری متخصصش رو بیاری، نظر متخصص میگه این برج چجوری باید ساخته بشه. وقتی میخوای خرابش کنی باید بری 10 تا متخصص بیاری که چجوری این برج رو خرابش کنه. پادشاه شاهشاریامر ایران رو ساخت. جمهوری اسلامی از روزی که اومده اتفاقا طبق برنامه کاری کرده که هر پروژه‌ای رو که روش دست گذاشته مطمئن بوده به نابودی اون بخش ختم بشه، که دیدید شده. الان هم همینه. بحث تریلیارد ها دلار پوله. بحث یک مملکت، بحث نقشه جهانیه، بحث مافیای جهانیه، بحث استعمار یک ملت. 100,000 نمیدونم 1,000,000 دلار خرج این اراذل رو باش کردن چیزی نیست توی این پروژه. اپوزیسیون ساختن هزینه ای نداره برای مافیا و جمهوری اسلامی. اینها با اربابشون سعید حجاریان میخوان کارزار 3 ماه. حالا چرا 3 ماهه؟ چون جمهوری اسلامی 3 ماه تابستون بی تردید دست به خودکشی خواهد زد. و وقتی مردم اومدن بیرون اینها باید بیان میگن ما بودیم که این کارو کردیم. ما یعنی قبلا مسیح از نژاد دار دستش بودن، حالا اینا هم. هر اتفاقی که بیفته ما بودیم، ائتلاف ما بود، سازمان ما بود، جریان ما بود. یک سهم خواهی کنن، فاندشون رو بگیرن. دو بیان به مردم خط بدن. رژیم
نشنال پخش میکنه، بی بی سی پخش میکنه، برنامه الله پخش میکنه، فکستانی های در پیتی لس آنجلس ها پخش میکنن، تو فضای مجازی هم که تیم سایبری پشت سرشونه. ابو علی سینا هم باشی فریب میخوری دیگه. خب حالا برگردیم بیاییم روی یه چند تا عکس هم بهتون نشون بدم. خودکشی جمهوری اسلامی، بذار این امضا کنندگان رو نشون بدم. بچه ها میهن پرستا رو داشته باشید، بچه ها ایرانگرایان رو داشته باشید، ایرانگرایا، روشنک آسترکی ایرانگر، ای توف دون روحت، عبدالرضا احمدی ایرانگرا، این همه عضو فرشگر بودن، محمود عبدهی ایرانگرا، ای پدر سوخت، الهی بغراد میدونید که الهی بغراد صحبت از ایرانگرایی دیگه ها، صحبت از ایرانگراییه. من مجبور میکنم هی دست به آرشیوم ببرم. الهی بغراد میدونید که الان بهتون میگه یه لحظه سب کنید. الهی بغراد صحبت از ایرانگرایی دیگه ها دوستان. ببینیم خانم الهی بغراد چقدر ایرانگرا هستن. بفرمید. دستگل خانم الهی بغراد در کیهان لندن. اصلا ایرانگرایی از سرکونشون داره میریزه. خانم الهی بغراد سردبیر کیهان لندن، اینم دسته گلشون مال همین دو سه روز پیش هم هست دیگه. فقط ببینید ایرانگرایی موج میزنه در این آدم ها، فقط ایرانگرایی موج میزنه در این آدم ها. شاهکار الهی بغراد دیگه. حالا بقیه کارهای کسافتکاری هاشون دیگه کاری ندارم، همه تون میدونید. اونم که برادرش اطلاعاتی، اون بقیه هم که عضو فرشگر. لیلی بازرگان، خب نوه بازرگان گور به گور شده، حرومزاده بی پدر مادر که دستش به خون میلیون‌ها ایرانی آغشته است، یعنی امثال بازرگان و بختیار و کیو دیرو رئیس جمهور منتخب شما بنی صدر، تا روزی که جمهوری اسلامی جنایت میکنه به پای این حرومزادگان نوشته میشه، چون اینها بودن که این فاجعه رو به بار آوردن. خب لیلی بازرگان، نوه بازرگان، مهدی حاجتی، یه ابله چپ دیگه، امیر صوفیان میرم که خدمتتون عرض کردم، بابک شکرابی، ارسالی مستقیم محسن رفسنجانی، حامد شیبانی ایران، همین شخصی که الان داشت میگفت ایران باید چند ریاستی باشه، یعنی ایران فدرال، سعید قاسمی نژاد، به 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 به، مهره افدیدی، مهره سروسی، حجت الله کلاشی، پاسدار جمهوری اسلامی، علیرضا کیانی، خسرو گل سرخی، به به به، بهزاد مهرانی، فرخنده مدرس، شاهین نجفی. چقدر ما جالبی، مثلا ما چقدر، من و تو چقدر، آقای کیوان عباسی سپاه پاسداران، چقدر دلت برای ما مردم میسوزه. خدا وکیلی شب و روز نداری برای ما اپوزیسیون میسازی. اوه اوه، ولی همشون توی یه چیزی مشترکن، رسانه ها رو میگن، رژیم اینترنت. اینو نگاه کنید دوستان، اینو نگاه کن، سایت یونیکا، خبرگزاری سعید حجاریان با آرم پرچم شیر خورشید که مدام هم رو برگه پادشاه و امثال هم آقای قاسمی اینو بنداز بیرون، نمیدونم اون کیه، مدام رو برگه پادشاه ریتوییت هم میشه. ویدیو کامل سخنان اردوان خوشنود در نشست گفتمان پادشاهی ایران و تغییر رژیم، اینو داشته باشید، اسم یادتون باشه، اردوان خوشنود. کوروش رو یادتونه دیگه، دان اندیشکده کوروش که توی کاناداست، مال جمهوری اسلامی، زیر نظر یاروکی خاوری. یه سری آدم ها رو دوباره، همین آدم هایی که اینجا امضا کرده بودن لیستشون رو خوندی، همینا توی اون مرکز هم جمع شدن، حالا چون باید از همه جا بیان بیرون دیگه، گفتم قبلا اینا. به عنوان چی؟ به عنوان پادشاهی خواه، به عنوان نیروهای پادشاهی خواه. این شخصی که الان دیدید کی بود؟ اردوان خوشنود، درسته؟ آقا نه چشمندی میکنین، آقای یونیکا، سعید عجاریان بی پدر مادر، ما نه چشمندی میکنین،
نه اهل دروغ و دغلی، مستند صحبت کنیم. میخوایم ببینیم این آقا که عضوه، این آقا که تو دار و دسته حجت کلاشیه، تو دار و دسته عرفان قانونی فهر، تو دار و دسته امیرحسین اعتمادی سعید عجاریانه، ببینیم نظرش در مورد پادشاه ایران چیه دیگه. ببینیم نظرش در مورد پادشاه ایران چیه. اردوان خوش بود. رضا پهلوی فراموش کرده که تمام هویتش از پدر و پدر بزرگش هست. اگر برای این دو ابرمرد تاریخ ایران نبود، رضا پهلوی نه شعور نه تحصیلات کافی که مردم خواهانش باشن. اینو گاه گاه اینو یادش میره. اینو گاه گاه این یادش میره. زیر پست عرفان قانعی فر ایشون نوشته اگر این طوری هم نگاه کنیم، آقای رضا پهلوی موفق نبوده. 44 سال است، تمام عملکرد ایشان به ناکجا آباد رفته. جناب طاهری بارها به عملکرد رضا پهلوی اشاره کرده و آقای پهلوی باید تکلیف رو روشن کنند. این آدم با رفقای کلاشش جمع شدن، برای ما کمیته جدید زدن و میخوان ساز و کار درست کنن، مشاوره بدم به پادشاه من ایرانگرا تو خیابون چه مسیری رو برم که سرم به ناکجا آباد نخوره. گوشای منم مخملیه و یونیکایی که میگه من رسانه پادشاهی خواهستم، صبح تا شب شده لجنجای این اراذل اوباش. صبح تا شب شده لجنجای این اراذل. آقایی که چشمندی که نبود ها، چیزی هم که نبود دیگه، جعلی هم که نبود. رو توییترش میتونید ببینید. بفرمایید آقا، بذارید پایگاه آقای یونیکا اسمت رو تغییر بده، شاید هم اسمت همینه، سایت جدید دفتر تحکیم وحدت اسلامی تغییر بده سایتت رو. صبح تا شب داره در مورد اراذل اوباش تبلیغ میکنه به نام پادشاهی. آقای یونیکا بی بی سی که داره اینا رو پخش میکنه، رژیم اینترنشنال که پخش میکنه، منامولا که پخش میکنه، کیهان لندن که پخش میکنه، اینا که همه ایران ستیزن، تو که میگی من پادشاهی خواهم، تو دیگه چرا دادا؟ تو دیگه چته؟ ما که میدونیم چته، ولی یه سری ها نمیدونن چته. روزی میفهمن که ضربش رو میخورید. بفهمید همون آقایی که میگه ایران باید تجزیه بشه، سایت یونیکا نیوز جدیدترین دیدگاه منتشر شده از حامد شیبانی را در خصوص کوتوله های خود سیاسی پندار. پریشب یه عکس از بچه های زاهدان رو یونیکا گذاشته بود روی ویدیوشی که دوستان برای من فرستاد، آقای وسیلی گاهی قاسم یونیکا پرچم شیر خورشید زاهدان رو گذاشته. رفتم دیدم هشتک ارتش سری رو پاک کرده، اکثر رو گذاشته در مورد اعتراضات مردم در زاهدان داره صحبت میکنه. کوچکترین اشاره ای به پرچم شیر خورشید در زاهدان برای هفته هفتم نمیکنه. 2000 پرچم شیر خورشید تاجدار تو ایران پخش شده، یه اینقدر پاراگراف یونیکا در موردش نزده. چطور اینجور پیج ها رو رسما کنیم؟ من دارم رسما میکنم دیگه، چجوری دیگه میخوای؟ هرچی میخوای من دارم میگم. لایبای من طولانیه، ولی شما میتونید قسمت به قسمت، تیکه به تیکه، هر پا رو که دلتون میخواد بردارید. بح 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 بح. اینجا رو داشته باشید، اینجا رو ویدیو کامل سخنان بانو روشنک آسترکی در نشست نقش زنان در انقلاب ملی ایران 6 خرداد. سایت یونیکا سعید حجاریان. این رستاخی سیمور خیلی آدم فضولیه. برادر خانم روشنک آسترکی، برادر خانم روشنک آسترکی، پوریا آسترکی، برادرزن حجت کلاش. به نسبت به رضا پهلوی، من آسترکی بختیاری برای پادشاهی ایران اصلح هستم. از طایفه بختیاری با سابقه و شجره نامه چند صد ساله
ریاست و ایلخانی به طور قطع در فردای براندازی و نظام شاهنشاهی انتخاب اصلی یک شاه آسترکی است، نه یک نیم پهلوی. کی؟ برادرزن حجت کلاش. کی؟ مأمور اطلاعات جمهوری اسلامی. کی؟ پای ثابت بی بی سی. عجیب ها. اینها میخوان به ما مردم ایرانگرایی یاد بدن و به ما بگن که حواسمون باشه تو مسیر انقلاب چیکار کنیم که گربه شاخمون نزنه. بله. حالا دیدم خیلی جالب بود توی توییتر. این پست رو نگاه کنید دوستان. یه شخصی رفته به امیرحسین اعتمادی نوشته جناب امیرحسین اعتمادی سلام علیکم. ایشون هم گفته علیک سلام. لطفاً به رضا پهلوی بگویید طرفداران افراطیشون به فلان به گیها حمله میکنن، تهدید به قتل، تجاوز تنها بخشی از رفتار طرفداران ایشان است. من به عنوان یک فلان گی ملیگرا خسته شدم از این حجمه توهین و تحقیر. جاوید شاه، شاهزاده رضا پهلوی. رضا پهلوی اینو برای امیرحسین اعتمادی ایشان تک کرده. آقای اعتمادی چی بود زیرش نوشته؟ میتونید بخونید دوستان یا نمیتونید بخونید؟ این توییت امیرحسین اعتمادی رو میتونید بخونید؟ اینجا آقای امیرحسین اعتمادی اونجا واسهش پیام گذاشته، نوشته بلاک کنید و خلاص. میدونید یعنی چی؟ یعنی شما اگر امروز میایید توی خیابون میگی که ریش علی خامنه ای کجه، جمهوری اسلامی میاد یه پرونده توهین به مقامات و الهیات و قرآن و پیغمبر میچسبونه، یه سب و نبی میچسبونه رو پرونده، بلافاصله ادامه میکنه. جمهوری اسلامی این کار میکنه دیگه؟ غیر اینه. جمهوری اسلامی میگه هر کسی به من انتقاد میکنه چیه؟ یه اصطلاح عربی داره، ملحب. چی میگن آقای مهربانی هر کی به جمهوری اسلامی چیز میکنه چی؟ ملحد. بنویسید دوستان اینو. ملحد نه. هر کسی به جمهوری اسلامی انتقاد میکنه میگن چیه؟ ملحد. دوستان اینو هم که حالتا بخوان صدای منو بشنون طول میکشه. مرتد. میگن محارب. این درسته. محارب یا ملحد. این درسته. ملحد. میگن ملحده. و چون ملحده باید اعدامش کنید. رفتار جمهوری اسلامی میگه امیرحسین اعتمادی بغل دست پادشاه میگه هر کسی بهتون انتقاد کرد بلاکش کنید خلاص. فردا که اسلحه دستش بیفته میگه بزنید تو سرش خلاص. تیربارانش کنید خلاص. اعدامش کنید خلاص. مشتمونه خلبان دیگه. امروز اسلحه آدم هایی مثل امیرحسین اعتمادی چیه؟ برگه های اینستاگرامشون، توییترشون، فیسبوکشون. به محض اینکه انتقاد کنید به حجت کلاش، به پاسدار قانونی‌فر، به امیرحسین اعتمادی، به علیرضا کیانی، به هر کدوم اینها کوچکترین انتقادی کنی بلاک. یعنی اشد مجازات. حالا اگر فردا اینها پاشون به قدرت برسه اشد مجازاتشون یعنی مرگ. اینا که دنبال اون نیستن که به قدرت برسن، اشتباه نکنید. منظورم از نوع نگرش آدمهای ارسالی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی که هر دو از یک قماشن. خب اینم جالب بود، گفتم اینم ببینیم. اون یارو رو بردون توییت شو نشون دادم دیگه، آروین به قول معروف خوشنود. اینجا در مؤسسه کوروش تا کمی دیگر ایشون تشریف داشتن. خب نظرش راجع به پادشاه ایران شنیدید دیگه، میدونید که کی بود دیگه. اون توییت شو براتون نشون دادم.
اما بایکوت رژیم اینترنشنال و تبلیغ برای من و تو، این همه توی ایران اتفاق داره میفته، این همه شعار نمیسی جاوید شا بگو برگرد شا آقای رژیم اینترنشنال چی پخش میکنه؟ ویدیوی از تهران به اینترنشنال ارسال شده که نشان میده روز شنبه سوم تیر بچه‌های زن زندگی آزادی برای یک دستگاه آقا انقلاب شد مردم، یه کسی رفته یه کاغذ چسبونده اون گوشه آبربانک فرستاده برای اینترنشنال انقلاب شده، زن زندگی آزادی با خط کوفی. این همه شعار نویسی ها توی ایران اتفاق میفته، رژیم اینترنشنال و من و تو خفه خون میگیرن، اما پروژه قومی کلاک اتفاق میفته و مرجان آل آقا و اصلاح طلبان اینجوری همگی در خدمتش هستن و تبلیغش میکنن. فقط هم رژیم اینترنشنال نیست، الان برای تو من و تو شم میارم همینو الان تو من و تو هم واسه تو میارم. این همه پرچم، این همه فلان هیچ کجا پخش نمیشه، ولی هر چی دیگه جمهوری اسلامی دنبالش باشه، پروژه حجاب و مجاب و این جریانات تو هر دو شبکه فکر کنم تو نهی بودنش دیگه. نهی بودنش. یه چیز دیگه هم بریم اینم ببینیم. و مبارزه از نوع سروسی، دوستان مبارزه از نوع سروسی، می جنگیم خشتک و پس می گیریم، می میریم می جنگیم خشتک و پس می گیریم. ببینید مبارزه رو، انقلاب مردم ایران رو، مبارزه رو به ابتذال کشیدن. هدف جمهوری اسلامی همینه دوستان. یادتون اوایل رستاخیز 1401 مردم ایران رو دیدید چه قدرتی، مردم چجوری اومدن توی خیابون، چجوری جمهوری اسلامی فرار میکرد. یکی از کارهایی که رستاخیز 1401 رو فرستاد تو باقالیا همون دختره بود که جمهوری اسلامی فرستاد توی هلند، اومد دوتا پستونا رو انداخت بیرون و اون مزخرفات رو گفت. و بعد مریم نوازی و دیگر جانورانشون در فرانسه و بلژیک اومدن در دستگاهشون انداختن بیرون، زن زندگی یا آزادی، اینا همینجوری میافتاد پایین بالا، زن زندگی یا آزادی. و جمهوری اسلامی از همین دو سه تا ویدیو استفاده کرد توی رسانه‌اش، توی صدا و سیمای ملیش، خط قرمز رسانه رو شکست و همه این پستون مستونا رو نشون داد و بعد به مردم گفت اینا میخوان لخت بشن. این یعنی ابتذال در یک انقلاب، در یک مبارزه. و بزرگترین ضربه رو همین بی پدر مادرها زدن و کاملا طبق برنامه. و حالا جالبه همین آدم ها و امیرحسین اعتمادی ها و دیگرانشون همشون دستشون تو دست همه. برای چی؟ برای نابودی ما مردم ایران. ای سعید قاسمی مزدور. خب به هر حال دوستان امشب هم طولانی شدم، خواستم کوتاه بشه ولی چقدر طولانی شد. خب سپاسگزارم از همتون دوستانی که وقت گذاشتید، برنامه رو دیدید. پرچم‌های شیر خورشید تاجدار ایران توسط ارتش سری همچنان در حال گسترشه. اینا هر کاری دلشون میخواد بکنن. برای من و تو مهم اینه ما میخواییم چیکار کنیم. ما میخواییم صبح تا شب بشینیم حمله کنیم به اینها، یا بشینیم ببینیم اینها میخوان چی کار کنن، ما واکنش بشیم، یا نه ما اینها رو بدونیم و بیایم خودمون کنش بشیم، اینها رو بندازیم تو تور. کدومش؟ ما تو رستاخیز سیمرغ و ارتش سری به این نتیجه رسیدیم که خارج از کشور دکاندار و بقال و چپقال و کاسب خونه مردم عادی رو نمیگم،
اینایی که دستشون به جریان و رسانه و حلقه ها و اینها میرسه. ما کارش هم نمیتونیم بکنیم که تروریست که نیستیم که بریم اینا رو ترور کنیم، مثلا خودشون که نیستیم که سرشون رو زیر آب کنیم، مثلا امیرحسین اعتمادی نمیگیم کلکشو بکن تمومه. ما نه، ما عمل گفتگوییم، بله عمل. بنابراین تلاشمون و تمرکزمون رو اینه که اینها هر غلطی دلشون میخوام بکنن بکنن، حجت کلاش و آسترکی و ایکس و ایگرگ و وای، هر گویی میخوام بخورن برن بخورن. ما باید خیابونهای ایران رو حفظ کنیم، چون بازی اصلی داخل خیابونهای ایرانه که تعیین تکلیف میکنه. توی یوتیوب سرچ کنید ماراتون سرنگونی جمهوری اسلامی و دوئل مافیای جهانی با مردم ایران، این همین صحبتایی که الان دارید میشنوید یک سال خورده پیش من توی یه ویدیوی جداگانه گفتم، راهکارش هم گفتم، امروز هم به همون راهکار تقریبا داریم عمل میکنیم، قوی ترش هم کردیم و فقط همین راهکاره دوستان. برای همینه که از هر طرف حمله میشه. مهم نیست اینا برای پروژه هاشون چقدر از خون ملت ایران هزینه میکنن، چقدر خون ملت ایران رو میفروشن. مهم اینه که ما باید جلوی این اهریمن رو بگیریم. جمهوری اسلامی نیاز داره همیشه پروژه هاش رو ببره، ما نیاز داریم یک بار بازی رو ببریم. این بازی رو چجوری میتونیم ببریم؟ با بی بی سی میتونیم بجنگیم، با رژیم اینترنشنال میتونیم بجنگیم، با من مولا میتونیم بجنگیم، با حماقت بسیاری از هممیهنانمون میتونیم بجنگیم، نه، ولی میتونیم خیابونهای ایران رو حفظ کنیم و این خیابونها رو باید با نمادهای ملی ایران حفظ کنیم: پرچم شیر و خورشید تاجدار و تصاویر پادشاه به همراه شعارهای ایرانگرایانه، نه این شلغمایی که این مادقبا میگن. شعار ایرانگرایانه یعنی چی؟ یعنی ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، یعنی ما شاه میخواییم نه ملا، لعنت به تو روح الله. شعار ایرانگرایانه یعنی این دوستمونم خودشو کشت از اول لایف، همینجوری داره درخواست میده بیاد بالا، میاری میشن بالا هیچی نمیگه، کلن خوش به حالت. بروی گسترش پرچمای شیر خورشید فکر کنید، کمک کنید بتونیم سنگر ایران رو حفظ کنیم، کمک کنید این 2000 تا رو بکنیم 100,000 پرچم. دوستان در مقابل این حجمه از سرمایه گذاری جمهوری اسلامی و مافیای جهانی، ماها اصلا جزء بزرگاتی، ولی با همین هم مقابل این دیو ایستادیم. باور نمی‌کنید مقابلش ایستادیم. وقتی پرچم شیر خورشید تو زاهدان، شیر خورشید تاجدار تو زاهدان حرکت میکنه، یعنی مقابل همشون ایستادی با یه حرکت. پس میتونیم، از همشون جلوتریم و ابزاری تو دست داریم که حرفی نمیتونن در موردش بزنن. فقط باید قدرتمندش کنیم، فقط باید بتونیم بیشترش کنیم. تو از نور شاهی شرکت کنید، کمک کنید برای ایران، برای آزادی ایران، نظر کنید. اونایی که معتقدید به نظر، برای آزادی ایران نظر کنید. نفری 10 تا پرچم، 50 تا پرچم، 100 تا پرچم نظر ایران کنید. پیام بدید به برگه رستاخیز سیمون، rastaakhiz.simon، اعلام کنید که میخواید این کار رو انجام بدید، نه اینکه بعد از لایف پیام بدید بعد برید که برید. یه مثال بذارید براتون بزنم. خیلی ها توی رستاخیز گذشته میگفتن که رستاخیز 1401 میگفتن چرا ارتش نمیاد وسط. یادتونه؟ میدونید چرا ارتش نمیاد وسط؟ چون ارتش میدونه بازی ها چیه. برید توی روسیه الان بعد از این اتفاقی که افتاد، خیلی از مهره هایی که در ساختار حکومت پوتین بودن، اطرافش بودن، زمانی که دیدن این بازی داره اینجوری جلو میره، همشون شانه خالی کردن رفتن طرف مقابل و پوتین یه دفعه همه اینا رو انداخت توی تور. همون کاری که اردوغان کرد.
و در 1401 هم چون ارتش میدونست سپاه و اصلاح طلبان دارن این کار رو انجام میدن نیمد وسط. اگر اومده بود وسط قتل عام میشد. اسم این سیاست. پاینده ایران جاوید.